با درود فراوان حضور شما بینندگان عزیز، علی صداقتی هستم با برنامه دیگه از تا سرزمین جنوبی در خدمت شما. درود، دامون آریان هستم، خوشحالم که در خدمتون هستم. امیدوارم اطلاعاتی که ارائه میشه برای شما مفید و فایده باشه. در این برنامه تصمیم داریم در مورد ویزاهای توریستی و ویزیت موقت صحبت بکنیم. امیدوارم این برنامه هم مورد توجه شما دوستان قرار بگیره. مطمئنا بسیاری از شما دوستان که در استرالیا زندگی میکنید خواهان این هستید که خانواده هاتون رو دعوت کنید به استرالیا و اونها رو ملاقات بکنید. آقای آریان، خیلی مختصر و مفید بفرمایید، اگر کسی بخواد خانواده‌اش رو دعوت کنه استرالیا و اونها رو ببینه چه راههایی وجود داره؟ علی جان، خیلی نکته خوبی اشاره کردی. من خودم این ویزا رو خیلی دوست دارم که در موردش صحبت کنیم. آوردیمش هم بالا تو برنامه‌ها که زودتر در موردش صحبت کنیم. خودم به عنوان یک مهاجر، روز اولی که اومدم استرالیا با همسرم اومدیم شهر زیبای سیدنی، وارد شدیم، چمدونامون رو گذاشتیم زمین، اومدیم از خونه بیرون. هوای خوب استرالیا، تمیز، همه چی شیک، تمیز، خیلی خوشگل. اولین چیزی که به ذهنم اومد گفتم که کاشکی خانوادم هم اینجا بود. از خانومم پرسیدم، ایشون هم گفتن که بله. منم الان به ذهنم رسید که کاشکی الان خانوادم هم کنارم بود. به خاطر همین من فکر میکنم این برنامه خیلی جذاب باشه برای دوستانی که در داخل استرالیا زندگی میکنن و واقعا فکر میکنم همهشون دوست داشته باشن که اگر امکانات اینجا هست براشون، اگر زیبایی های استرالیا رو ازش لذت میبرن، در کنار خانوادهشون باشه. خب برگردم به سوالتون. بله، ویزای ساب کلاس 600 طراحی شده برای بحث ویزیت موقت و توریسم که چند تا زیرشاخه داره. یکی از اون زیرشاخه ها بحث توریست و ملاقات خانواده هستش. حالا چند تا زیرشاخه دیگه داره، فامیلی اسپانسر یکیشون هستش که خب حالا در موردش توضیح میدیم، و یکی هم شاخه بیزنس هستش، بیزنس ویزیت هستش که برای کسایی که بخوان اینجا قرار بیزنسی داشته باشن، کنفرانس شرکت کنن، سمینار شرکت کنن، اون هم یک نوع ویزا شاخه خاصی از این ساب کلاس 600 هستش که فکر میکنم امروز سعی کنیم کاورش بکنیم. بسیار خوب، ممنونم از داشت. جوابتون. انواع مختلف ویزاهای توریستی را فرمودید. بفرمایید چه فاکتورهایی وجود داره برای بررسی این ویزاهای توریستی؟ سوال خوبیه. ببین، توی قانون مهاجرت برای این ویزا خب فاکتورهای زیادی هستش که بررسی میشه، اما دو تا فاکتور اصلی هست که حتما برای ارائه این ویزا آفیسر اداره مهاجرت بررسی دقیقی روی اونا میکنه. یکیشون اینه که آیا این فرد متقاضی واقعا تمایل یک ویزیت موقت به استرالیا رو داره یا نه، میخواد موندگار بشه استرالیا، آیا واقعا به اندازه کافی میتونه دلیل ارائه بکنه که به کشور مبدأ خودش برمیگرده یا نه. این یکی از مهمترین فاکتورهایی هستش که آفیسر اداره مهاجرت بررسی میکنه. یکی دیگه از فاکتورهای مهمشون اینه که آیا توانایی و استطاعت مالی هزینه های این سفر و اقامت خودش در داخل استرالیا رو داره یا نداره، که اون هم یه فاکتور مهمی هست که حتما بررسی میشه. بسیار خوب، ممنونم. اگر امکان داره یکم بیشتر در مورد این فاکتورها برامون توضیح بدین تا بینندگان عزیزمون بیشتر با این فاکتورها آشنا بشن. اگر بخوام بیشتر توضیح بدم، خب فاکتور دوم که حالا بحث توانایی مالی بود که یه چیز مشخصی به حال هزینه یک سفر به استرالیا، هزینه بلیط، هزینه اقامت و اینا رو در اون حد اگر بشه نشون بده فرد که داره، حالا تو صورت سیوینگ یا حتی اگر مثلا یه قسمتی از اون هزینه ها رو خانواده تقبل بکنن توی دعوتنامه‌ای که ارائه میکنن، بگن که حالا مثلا اکومودیشنشون، محل بودنشون به علاوه هزینه خورد و خوراکشون اینا رو تقبل میشه، خب میشه عملا در حد اینکه هزینه بلیط هواپیما اینا رو داشته باشن یا بلیط هواپیماشون هم واردی خریده باشن، حتی این کفایت میکنه. اما مخصوصا در مورد ایران و حالا کشور دیگه هم هستن، ولی خب حالا هدف صحبت ما بحث ایرانه، شرایط این که آیا فرد تمایل ویزیت موقت داره یا نه با سختگیری بررسی میشه متاسفانه. دو تا دلیل مشخص داره.
یکی این که باز هم متاسفانه نان ریترن ریت اصطلاحاً میگن، افرادی که اومدن با ویزاهای موقت به استرالیا و بر نگشتن، به هر طریقی ماندگار شدن یا اوورستی کردن، بیشتر از ویزاشون موندن بدون ویزا، غیرقانونی موندن تو استرالیا، یا اینکه ویزاشون عوض کردن به نوع ویزای دیگه‌ای که خیلی خوشایند اداره مهاجرت استرالیا نبوده، زیاده. متاسفانه این تعداد این افراد زیاد بوده که از مبدأ ایران اومدن. یک مسئله دیگه هم هستش که خب شرایط ایران آنرست ارزیابی میشه، یعنی امنیت ایران و حالا به خاطر منطقه هستش، به خاطر منطقه که ایران توش قرار داره و حالا شرایط سیاسی و اقتصادی، شرایط ایران آنرست ارزیابی میشه و خب کسی که از یک کشور ناامن میخواد بیاد به استرالیا، خب به صورت های ریسک بررسی میشه. به خاطر همین این فاکتور خیلی بزرگیه برای آفیسرهای اداره مهاجرت وقتی که میخوان پرونده یک ایرانی رو بررسی بکنن. درست. بسیار خوب، ممنونم. توی صحبتاتون فرمودید فردی که میخواد اقدام بکنه برای ویزای توریستی باید مدارکی را ارائه کنه که دلیل کافی باشه برای برگشتش به ایران. اگر امکان داره در مورد این دلایل کافی بیشتر توضیح بدیم. خب این دلیل هر چیزی میتونه باشه که آفیسر اداره مهاجرت قانع بکنه، یعنی این چیزی که من الان دارم میگم فیکس نیست، یعنی فکر نکنید فقط ایناست، ممکنه بر اساس شرایط خاص خودتون و خانوادهتون یک دلیلی رو بتونید ارائه بکنید که آفیسر قانع بشه با همون یک دلیل. اما عمده دلایلی که معمولا قانع کننده میتونه باشه و حداقل بهشون وزن خوبی داده بشه، یکی اینه که اقوام درجه اول و افرادی که منتظر فرد متقاضی هستن در کشور مبدأ زیاد باشن، یعنی مثلا عرض میکنم مثلا یک خانواده، مادر یک خانواده بدون اینکه بچه هاش یا همسرش با خودشون بیان بیاد استرالیا بخواد ویزیت کنه برگرده، یه مقدار این وزن بودن خانواده درجه اول در ایران کمک میکنه به پرونده. یک آیتم مهم دیگه ترابل هیستوری خوبه. ترابل هیستوری، خب حالا مسافرت به کشورهایی که خیلی شرط ویزایی سختی برای ایرانی ها ندارن خیلی بزرگ نیستش، خیلی هایلایت نیستش، مثل ترکیه، مثلا مالزی، ارمنستان، اینجور سفرها نه که حالا کشور دور برای ایران هستن، ولی اگر کسی سفر به حالا اروپا داشته باشه، آمریکا، کانادا داشته باشه، رفته باشه و برگشته باشه، یعنی اثبات کرده باشه که رفته به یکی از این کشورها که شرط سخت ویزا دارن، با شرایط ویزا قبلیش هم اصلا کامپلای کرده، یعنی ارضا کرده اون شرایط ویزا شد، سر تاریخ برگشته، خب اینم خیلی نکته مهمی میتونه بشه که آفیسر قانع بشه. آیا زمانی که درخواست میشه، یعنی مدت زمانی که من میخوام توی استرالیا باشم، آیا با قصد و غرضم همخونی داره یا نه؟ مثلا من دلم برای خواهرم تنگ شده، میخوام یک سال بیام استرالیا، خیلی منطقی نیست. خب آره، خب من دلم تنگ شده 45 روز 20 روز هستم برمیگردم، یا مثلا بچه، مثلا من دختر من زایمان داره، میخوام بیام استرالیا 3 سال بمونم، منطقی نیست. خب تا همون زمان زایمان و 2 ماه 3 ماهی برام منطقی تره. بعد بحثا خب هزینه ها هم هستش که حالا هزینه ها چجوری اعلام میشه، هزینه رفت آمد خورد و خوراک هم باید مشخص باشه. اینا فاکتورهای اصلی هستن که توی بررسی میتونه کمک کنه. بسیار خوب، ممنونم. حالا همه اینا رو فرمودید، یک نفر که میخواد خانواده‌اش رو دعوت کنه بیان استرالیا، چجوری میتونه بفهمه که آیا شرایط داره که اقدام بکنه یا نه؟ یعنی ببینیم مثلا شانسش چقدره؟ ببین آقای سرعتی، خیلی چیز فیکسی نداره، جواب روشنی من واقعا ندارم. به یه وزنی هر کسی این ویزا رو که میخواد بگیره، به نظر من این جمعی جهات و خودش بشینه به عنوان خودش رو بذاره جای آفیسر اداره مهاجرت، به یه وزن مشخصی برسه. که بعضی از فاکتورها خب همونطور که عرض کردم وزن بالایی دارن، مثلا اینکه
وابستگی خانوادگی تو کشور مبدأ خیلی گسترده و سنگین باشه، یکی این که یک کار مشخص و ثابتی داشته باشن که بتونن ثابت کنن تو برگشتشون هم این کار، یا حالا مثلا دانشجو باشن بتونن ثابت کنن که این شرایط استیبلی که تو کشور مبدأ دارن برقراره. مثلا من یک کارخونه دارم، یک کارخونه هم داره میچرخه، درآمد خوبی دارم، املاک زیادی دارم، دلیل نداره من بخوام بیام استرالیا مثلا موندگار شم، باید برگردم سر کارم. یا من مثلا یه کارمند یه جایی هستم، 10 ساله دارم کار میکنم، نامم از محل کارم گرفتم که من میتونن به من مرخصی بدم برای 20 روز، یا مثلا اتفاقا هم تعطیلات عیده میتونم به اداره مهاجرت بگم دارم از تعطیلات عیدم استفاده میکنم، چون اینا هم برایشون مهم میتونه باشه، بعد میخوام بیام و برگردم سر کارم، اینم نامه مرخصی و با مرخصی موافقت کردن، این میتونه کمک کنه، این وزن داره. اون بحث ترابل هیستوری که خدمتتون عرض کردم، این وزن داره، وزن خوبی هم داره، اینا همه این فاکتورها وزن داره. اینا رو بذارن کنار هم، اگر که چند تا فاکتور با وزن بالا داشتن، امیدوارم که شانس خوبی داشته باشن. معمولا هم برای پدر مادر خیلی شرایط راحت تره تا خواهر برادر. بسیار خوب، خیلی ممنونم از توضیحاتتون. فرمودید که یک نفر که میخواد اقدام بکنه برای ویزای توریستی به یکی از مدارکی که نیاز داره نامه دعوتنامه هستش. برامون توضیح بدید که آیا این نامه دعوتنامه رو از مرکز خاصی باید تهیه کنه یا خودشون هم میتونن تهیه کنن، و چه مواردی رو باید توی این دعوتنامه رعایت کنن که مورد قبول باشه؟ نه، لازم نیست خیلی آفیشال رسمی باشه، مثلا یه چیز خاصی باشه. ببین معمولا مثلا من میخوام مادرم رو دعوت کنم که بیاد استرالیا، به زبون خودم مینویسم که اولا مشخصات خودم حتما باید توش بنویسم، بگم که من کیم، کارم چیه، ویزام چیه تو استرالیا، بعدش هم بگم چرا میخوام مادرم ببینم. یعنی سعی کنید خیلی مشخص همه دلایلی که مادرتون نیاز داره بیاد استرالیا و دلایلی که میتونید بگید، چون اون دعوتنامه تو خونده میشه، مدارکتون شاید بعضی وقتا گمگور بشه. مثلا میگم شما فکر میکنید که چیزو فرستادید، مثلا ترجمه شناسنامه مادرتون رو فرستادید، توش نوشته شده که ایشون متأهلن، همسر دارن، 2 تا بچه مثلا زیر 18 سال هم مثلا دارن، فهم میکنم خب اوکی من گفتم، ولی افسر اداره مهاجرت ممکنه این نکته رو گم کنه، نه خب کارمند دولت هم ممکن گم کنه این نکته رو. تو دعوتنامه‌تون بنویسید که بله مادرم میخواد بیاد، اتفاقا خیلی، چون خیلی دوست داره منو ببینه، دلمون تنگ شده برای هم دیگه، مادرم حاضر شده که به خاطر من پدرم بمونه ایران، مثلا خواهر برادرم هم ایران بمونن، بیاد سری منو ببینه برگرده. به هر حال هر چه میخواد دل تنگت بگو توی اون دعوتنامه بگید، هر چی که فکر میکنه که لازمه، حتی تیتروار سعی کنید اعلام بکنید. حتما سعی میکنم خاطرمون باشه که این برنامه که گذاشتیم یک دوتا نمونه سمپل دعوتنامه خوبم بذاریم که دوستان داشته باشن، کمکشون کنه، حداقل واسه شروع که بدونن قیافه دعوتنامه باید چجوری باشه، بهتر چجوری باشه و حالا چه آیتم هایی توش هستش، حتما استفاده بکنید. بسیار ممنونم از توضیحات خوبتون. امیدوارم دوستان عزیز تمام نکاتی که آقای آریان فرمودن در مورد تهیه دعوتنامه را رعایت بکنن و به اون نتیجه مطلوبی که میخوام برسن. جناب آریان، در توضیحات اولیتون در مورد انواع و اقسام ویزاهای توریستی توضیح دادید. یکی از مواردی که بهش اشاره کردید در مورد فامیلی اسپانسرد بود. اگر امکان داره توضیحات بیشتری در این مورد بفرمایید و این موضوع رو باز بکنید که یکی از موارد مورد علاقه بسیاری از بینندگان ما هم هست. خواهش میکنم. بله، فامیلی اسپانسرد معمولا اگر احساس میکنید، معمولا برای خواهر برادر من توصیه‌ام اینه که فامیلی اسپانسرد بذارید. ببینید اگر احساس میکنید وزن پرونده اونقدر بالا نیست، ویزای فامیلی اسپانسرد یه مقدار وزن میده به پروندهتون و میگم چرا. اول شرایطش اینه که شما باید 2 سال در استرالیا بوده باشید، پرمننت رزیدنت آف استرالیا یا سیتیزن استرالیا باشید، و فقط هم برای اقوام درجه اولتون میتونید بفرستید این درخواست کنید این فامیلی اسپانسرد رو. خیلی پروسش خیلی فرقی نداره، یه فرم اضافه یا 49 یه فرم اضافه تر هستش باید پر کنید، یه سری اطلاعات شخصی خودتونم باید ارائه بکنید،
توی اقدام برای این ویزا، بررسیش، نوع بررسیش فرق داره، محلی که بررسی میشه معمولا فرق داره توی اداره مهاجرت. و اتفاقی که میفته اگر آفیسر توی آیتم های دیگه به یه اجماعی رسید که حالا شرط برگشت هستش، یک مقدار شک داشت، اگر کلن شک داشت که نمیتونه حتما این فرد بر نمیگرده مثلا، فرقی نداره. اگر کلن شک کنه که بر نمیگرده فرقی نداره، فامیلی اسپانسرت بذارید یا توریسم معمولی بذارید. اما اگر کمی شک داشته باشه، قانون بهش اجازه میده که تا 15,000 دلار از شما بوند بگیره، از شما یک تضمینی بگیره توی یک حساب دولتی. وقتی که میخواد ویزا رو صادر کنه، اول که میخواد اقدام کنید نیست، وقتی میخواد ویزا رو براتون صادر کنه، 15,000 دلار تا 15,000 دلار، ممکنه 7,000 دلار بخواد، ممکنه 8,000 دلار بخواد، بر اساس وزنی که تو ذهنش هست و تعداد افرادی که تو پرونده هستن، از شما یه مبلغ رو میخواد. شما مبلغ رو به حساب دولت واریز میکنید، رسیدش رو دارید، فرد متقاضی میاد استرالیا، وقتی که برمیگرده اون پول به شما برگرده نمیشه. به خاطر همین یک مقدار شاید شانس رسیدگی بهتر باشه توی ویزا. جناب آریان، این مراحلی که فرمودید آیا به صورت آنلاین انجام میشه یا اینکه پیپری هستش؟ ببینید، ویزای 600 خوشبختانه برای ایرانی ها هم به صورت آنلاین چند وقتی هستش که قابل انجامه. یعنی قبلا شما پست میکردید سفارت مدارکتون رو، سفارت استرالیا تو تهران، اما الان نه، الان میتونید به صورت آنلاین برید. یه چیزی هست به اسم ایمی اکانت، حالا آدرسش رو میذاریم توی برنامه، توی برید یه ایمی اکانت ایجاد بکنید، بزنید نیو اپلیکیشن، اپلیکیشن شماره 600 ویزیتور، فرمش هم فرم خیلی مشخص و به قول معروف استریت فورواردیه، اطلاعات میگیره، اطلاعات متقاضی میگیره، اگه فامیلی اسپانسرت باشید اطلاعات خودتون هم میگیره، تموم میشه، میره فایلایی که آماده کرد از قبل آپلود میکنید، هیچ چیزی لازم نیست فیزیکی فرستاده بشه، و در نهایت هزینه‌اش که سر $30 پرداخت میکنید، تمام. خیلی هم سریع جدیدن بررسی میشه، خیلی سریع بررسی میشه فعلا البته، یعنی شما حتی انتظار این که زیاد موارد اینجوری داشتیم ما که امروز فرستادیم مثلا بعد از لاچ کردیم فردا صبح ویزا رو گرفتیم هم پیش میاد، یعنی خیلی خوبه. جواریان، طول مدتی که این ویزا را صادر میکنن برای شخص چقدر هستش؟ ببینید بسیار چطور درخواست بکنید، همونطور که گفتم مثلا برای پدر مادر، برای خواهر برادر، چون معمولا خواهر برادرها خب برای اینکه بگیم برمیگردن باید یک کاری داشته باشن، معمولا یکی از فاکتورهای مهمی که کار داشته باشن، شما کارتون نمیتونید یه 6 ماه مرخصی بگیرید، عملا هر کسی میدونه که این 6 ماه مرخصی یعنی که خب نمیخوای برگردی سر کار یا جایی برات نیستش یا بیکاری. معمولا من پیشنهادم اینه که برای خواهر برادر درخواست میدید ماکسیمم 1 ماه یا 45 روز باشه حد اکثر. برای پدر مادر اگر بازنشسته باشن، کار خاصی نداشته باشن، خب میشه زیاد خواست، درخواست کرد، تو مرحله اول 3 ماه تا 1 ساله گرفت، یک بار که بیان برگردن دیگه میشه دفعه بعد درخواست تا 3 ساله داد، ویزا 3 ساله میگیرن، مالتیپل انتری، ویزا خیلی خوبیه. فقط یک شرط کوچیک هست که تو هر 18 ماه 12 ماه بیشتر نمیتونن تو استرالیا باشن، یعنی اگر پشت سر هم پیش شما مادرتون 12 ماه بود، باید 6 ماه از استرالیا خارجن برن مثلا حالا ایران، دوباره میتونن برگردن، یعنی یه جورایی میشه اقامت طولانی مدت در کنار شما هم حساب بشه. حالا اگر که پدر مادر شما درخواست ویزای پرنت هم داده باشن که حالا انشالله حتما در موردش صحبت خواهیم کرد، اونم یکی از موضوعات مورد علاقمه، در موردش صحبت میکنیم، 5 ساله هم میشه درخواست کرد، یعنی میشه درخواست کرد. جوابی هم برای اقدام برای پدر و مادر آیا شرایط خاصی وجود داره؟ آیا آزمایش پزشکی باید بدن؟ ببینید اگر که کلن اگر که شما ذکر کنید میخواید برید تو محیط های آموزشی، مثلا میخواید بیاید درخواست ویزیتتون اینطوری باشه که من میخوام بیام بعد مثلا یه دوره هم برم مثلا ببینم توی مدرسه برم یا مثلا یه همچین چیزی، یا اینکه مثلا میخواید برید توی محیط های پزشکی مثلا میخوام برم برای زایمان دخترم تو یا مثلا مریضی کسی میخوام برم ازش پرستاری کنم تو بیمارستان، معمولا درخواست میکنن. اگر سن پدر مادر بالا باشه معمولا درخواست میکنن،
که آزمایش در حد عکس قفس سینه هست معمولا درخواست میکنن. یک نکته دیگه هم من بگم، اونم اینه که اگر درخواست ویزای طولانی مدت باشه، یک سال به بالا باشه، شما باید بیمه خصوصی هم براشون تهیه بکنید. که خب اونم در مورد بیمه خصوصی هم حالا توضیح کوچیک بدم که بیمه خصوصی رو میتونید نوع بیمه خاصی بگیرید از یکی از جایی که ارائه میکنن بیمه خصوصی ها، هزینهش حالا میتونید رو کفش رو بگیرید بین 80-90 دلار در ماه هستش. نوع خاصی حتما حواستون باشه، وقتی که وارد استرالیا میشن شروع بشه، هزینه ماه اول پرداخت کردید، وقتی وارد خاک استرالیا شدن میرید میگه که مثلا این بیمه شروع بشه، هر وقت خارج میشن میخوان دوباره برگردن برید قطعش بکنید دوباره برگردید که هزینه شه. بسیار خوب، ممنونم از لطفتون. توی توضیحاتتون فرمودید که دوستان میتونن به صورت آنلاین IMMI اکانت بسازن و اقدام بکنن. بله. یه مختصری در مورد نحوه اقدام هم لطفاً بفرمایید. عرض کردم همون لینکی که هستش و نیو اپلیکیشن ویزای 600، اصلا من شاید یه پست بذاریم توی سایتمون اینو به صورت اسکرین شات بذاریم که دوستان خودشون بتونن اصلا اقدام کنن، خیلی کار سختی نیست، حتما میتونید. بسیار خوب، ممنونم از پاسخهای خوبتون. امیدوارم دوستان عزیزمون در این زمینه اطلاعات مورد نظر خودشون رو گرفته باشن. به انتهای برنامه ویزای توریستی رسیدیم. از اینکه ما را همراهی کردین در این برنامه بسیار سپاسگزاریم. منتظر سوالات، انتقادات و پیشنهادات شما دوستان عزیز هستیم تا در جلسات پرسش و پاسخ مربوط به ویزای توریستی به سوالات شما عزیزان پاسخ بدیم. از اینکه ما را همراهی کردین در این برنامه بسیار ممنونم. به همراه آقای آریان از حضور شما عزیزان مرخص میشیم تا درودی دیگر. بدرود. بندم خوشحال بودم که در خدمتتون بودم، امیدوارم اطلاعاتی که ارائه شد مفید و فایده بوده باشه. منتظر سوالاتتون هستیم. متشکرم. بدرود.